هشدار گروه بحران از خطر فروپاشی افغانستان در سال 2014. تبلیغات منفی یا هشدارهای جدی؟ I'm afraid for the future of Afghanistan if these recommendations aren't followed, if there can't be some sort of compromise and movement forward with electoral reform. و برعکس تبلیغ کنیم به اینکه افغانستان نه تنها اینکه بعد از 2014 درست باقی میمانه بلکه خوب باقی میمانه و ما عقیده دارم راسخ بیم. و هوگو چاوز برای چهارمین بار پیاپی رئیس جمهور ونزوئلا شد. Y al trabajo conjunto por la Venezuela bolivariana. سلام، وقت شما بخیر. به فراخبر با من یاماس یاوش خوش آمدید. گروه بین المللی بحران در گزارش تازه با عنوان افغانستان مسیر طولانی و دشوار به سوی انتقال 2014 گفته است، اگر اقدامات جدی روی دست گرفته نشود، خطر فروپاشی حکومت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور در سال 2014 وجود دارد. این گروه افزوده که اگر دولت افغانستان برای پیشگیری از تقلب در انتخابات آینده ریاست جمهوری تدابیر جدی روی دست نگیرد، برگزاری انتخابات شفاف امکان پذیر نیست. کانداس روندیوکس، تحلیلگر گروه بحران، میگوید یک انتخابات با تقلب دیگر و نارامی های ناشی از آن نیروهای امنیتی افغانستان را به نقطه شکست میکشاند. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در مورد نگرانی ها درباره سال 2014 آن را تبلیغات رسانه های خارجی خواند و گفت افغانستان نه تنها اینکه بعد از سال 2014 درست باقی میماند بلکه خوب هم باقی میماند. فعلا برعکس تبلیغات است که اگر خارجی نبود ما هیچ هستیم. آیا این حقیقت است که ما هیچ هستیم؟ آیا ما روزی پیدا شدیم به یک ملت در 2002 که آمریکا و ناتو آمد یا پیش از آن بودیم؟ سوال ما شماست. ما پیش از یک ملت بودیم یا نبودیم؟ ملت استیم که پاکستان راکت های خود به نام رهبرانش گذاشته. ملت استیم که پاکستان راکت های خود به نامش گذاشته. راکت پاکستان غوری نام داره. غور در کجاست؟ برادرای عزیز، خواهرای عزیز. غور در امریکاست؟ یا در انگلستان است؟ یا در روسیه است؟ یا در هند است؟ یا در پاکستان است؟ غور در افغانستان است؟ مرکز خاک ماست؟ یا لودی نام در راکت خوده؟ یا عبدالی نام در راکت؟ عبدالی خوب بسیار نزدیکتر است، 300 سال نمیشه از احمد شاه بابا. پس اگر ما با آمدن نیروهای امریکایی به افغانستان و آمدن نیروهای خارجی به افغانستان 10 سال پیش پیدا شدیم، تولد شدیم و تازه یک ملت شدیم، درست است که اینا نباشن باز ما شاید کار خود کرده نتنیم. ولی اگر ملت چندین هزار سال استیم و تاریخ داریم و شجاعت نشان دادیم و عبر قدرت ها را دینجا پزانو دار آوردیم، مثل دیگه مملکت ها نیستیم که اشغال شده باشیم و اشغال قبول کرده باشیم و باز از او آزاد شده باشیم، بلکه نیدی خاک ما عبر قدرت ها دفن استن. مطبوعات جهان ما رو بنا به دفنگاه بر قدرت رد میگه و شما مطبوعات کشور شروع هستین که اگر خارجی رفت ما برباد هستیم، خارجی رفت ما نیست. یک کمک به گذشته خود برگردیم، یک کمک به غرور و عزت بزرگ ملت افغانستان و اعتماد به نفس بزرگ ملت افغانستان بگردیم و برعکس تبلیغ کنیم به اینکه افغانستان نه تنها که بعد از 2014 درست باقی میمانه بلکه خوب باقی میمانه و ما عقیده دارم راسخ بی. آقای کرزی در مورد انتخابات سال 2014 گفت انتخابات افغانستان به موقعش و وقتی که قانون اساسی افغانستان حکم کرده برگزار می شود. هیچ حالتی، هیچ ناامنی و تبلیغات خارجی مانع برگزاری انتخابات افغانستان نمی شود. اما در گزارش گروه بین المللی بحران آمده است که این احتمال وجود دارد که حامد کرزی برای ابقای قدرتش حالت اضطرار را اعلام کند که این کار سبب سقوط حکومت و آغاز یک جنگ داخلی دیگر خواهد شد.
Well, the most serious challenge facing Afghanistan today is جدیدترین تهدیدی که افغانستان امروز به آن روبروست انتقال قدرت سیاسی است و روند انتقال مسئولیت‌های نظامی نیز توجه بیشتر می‌طلبد. حکومت افغانستان، مردم افغانستان و جامعه جهانی ناگزیرند که توجه جدیشان را به این متمرکز سازند. اگر انتخابات با دشواری روبرو شود، ما با حالت اضطراری روبرو خواهیم شد. زیرا مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی با نزدیک شدن سال 2014 میلادی جدیدتر میشوند. چقدر نگرانی ها از روند گذار و انتخابات سال 2014 مایه نگرانی جدی است و یا آنچنان که رئیس جمهور کرزی میگوید این نگرانی ها تبلیغات بر ضد افغانستان است. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی و سرور جوادی نماینده پیشین مجلس مهمانان این بحث هستند. مهمانان عزیز خوش آمدید. آقای جوادی، فکر میکنین که در حالی که همه گزارش ها دید بدبینانه ای راجع به 2014 دارند، رئیس جمهور کرزی بر پایش چی میگه که افغانستان پس از 2014 ناامن نخواهد شد و به مسیر دیگری نخواهد رفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام اینطور عرض کنم که به هر حال این گزارش ها را نمیشه بگویم 100% تحقق پیدا میکنه یا آنچه که پیش بینی شده و نظر اندازی شده همون چیزها واقعیت های او زمان خواهد بود، اما از طرف دیگر نباید این هشدارها را و این مطالعات را و این تحقیقات را نادیده گرفت، باید جدی گرفت. فکر میکنم واکنشی که آقای کرزی در برابر یک چنین دیدگاه هایی داره و بسیار سطحی هست و حکومت افغانستان در مجموع در 11 سال گذشته فاقد عقلانیت سالم بوده. حکومت افغانستان عقلش در مجموع بی‌حس بوده متاسفانه و نتونسته بسیاری از ضرورت‌ها را درک بکنه، نتونسته از بسیاری ظرفیت‌ها استفاده بکنه و نتونسته خطرها را پیش بینی بکنه و قبول نکرده. هر گاهی که آقای کرزی روی یک موضوع پافشاری میکنه ما نتیجه عکس از او را می‌بینیم. و زمان که آقای کرزی تاکید میکنه که در هر شرایطی دلیل چه است که نتیجه عکس سخنان آقای کرزی؟ به خاطر از اینکه ما دارای یک حکومتی هستیم که او حکومت فاقد یک استراتژی ملی هست. هنوز هم حکومت از یک انسجام درونی برخوردار نیست. هنوز حکومت نتوانسته بر مبنای وفاق ملی حرکت بکنه. چیزی که حکومت موجود افغانستان تشکیل میده یک نوع شراکت هست. او شراکت هم بین افراد معین و محدودی که و افراد معین و محدود هم نمایندگی میکنه از اقوام به شکل تیکه‌داری و هم نمایندگی میکنه از کمپانی ها و شرکت های که متاسفانه در غارت دارایی های افغانستان و کمک های بین المللی سهیم بوده. بنابراین ما وقتی که فاقد یک حکومت دارای وفاق ملی هستیم، کم کم فاصله ها را میان اقوام افغانستان، میان سمت و سوهای افغانستان میبینیم و این فاصله ها همون نقطه خطری هست که در صورتی که یک تدابیر جدی ملی و سیاسی سنجیده نشوه میتونه بحران را بسیار پردامنه بسازه. یعنی شما به نحوی تایید میکنین که آنچه در این گزارش آمده این حرفا بیشتر بر واقعیت نزدیک است تا آنچه رئیس جمهور کرزی تاکید داره؟ دقیقاً. ببینید، زمانی که ما گزارش دقیق مطالعه میکنیم بیشتر به مسائل داخلی میپردازه تا مثلا خروج نیروهای بین المللی. یعنی اگر مسائل داخلی در افغانستان به شکل درست پیش بره، خروج نیروهای خارجی از افغانستان نمیتونه زیاد خطرساز باشه برای افغانستان. ولی در صورتی که وضعیت درونی حکومت و دولت سالم نشه، شما ببینید حکومت سر تا پایش مریض هست از نظر فساد، حکومت دچار چند دستگی های سیاسی بسیار شدید هست. دیدگاه حکومت در رابطه با مثلا با مخالفین مسلح دیدگاه متناقض هست. کسانی دشمن سرسخت نیروهایی هست که با حکومت افغانستان می جنگه و کسانی هم عاشق از اونها هستند. این حالت خودش فروپاشی سیاسی وضعیت را نشان میده، حکومت را نشان میده و حکومت فاقد برنامه هست. حکومت هیچ نوع اعتمادی را بین خود و مردم ایجاد نکرده، هر روز اعتمادها از بین میره. در صورتی که این وضعیت داخلی درست نشه، مخصوصا که ما انتخابات را هم در سال 2014 داریم و انتخابات در گذشته نشان داده علارغم حضور جامعه جهانی و نظارت از اونها سراپا تقلب و فساد بوده،
در صورتی که آقای کرزی پافشاری داره که هیچ نظارتی هم از سوی خارجی ها یا به تعبیرشان دخالتی وجود نداشته باشه، در اون صورت هیچ اعتمادی به یک انتخابات شفاف نیست و این حالت است که مطابق گزارش میتونه وضعیت را پس از 2014 بحرانی بسازه. آقای کوهستانی، واقعا پس از 2014 آنچه در این گزارش تاکید شده افغانستان پیش خواهد رفت به سمت فروپاشی اگر اون تمهیداتی را که این گزارش پیشنهاد کرده در نظر گرفته نشه، و یا واقعا آنچنان که رئیس جمهور کرزی میگه آب از آب تکان نخواهد خورد، در این سال به افغانستان همچنان به پیش خواهد رفت؟ به نام خدا، من فکر میکنم که گزارش به اساس یک سری تحقیقات که معیاری هستند، تحقیقات در مجموعه افغانستان از بخشای مختلف جامعه است، اصناف مختلف، گروه‌های مختلف زینفوز در افغانستان تهیه شده است. پیش بینی میکنه یک بحران در افغانستان که کاملا با آنچه ما و مجموعه مردم افغانستان با از اون نگرانی داریم. نگرانی از یک بحران است که در سال 2014 با خروج نیروهای بین المللی، کم شدن همکاری های جامعه بین المللی نسبت به افغانستان، انتقال قدرت سیاسی، همچنان عدم تجهیز نیروهای اردوی افغانستان به طور به اصطلاح کافی که بتانن با اون تجهیزات از حاکمیت ملی افغانستان دفاع بکنن، و پایان نیافتن بنیادگرایی و تروریسم و حفظ از او در مناطق نوار مرزی افغانستان، پاکستان، یا نیرومند شدن این بنیادگرایی در وزیرستان شمالی، جنوبی، مناطق شمال غربی پاکستان، این نگرانی هایی است که هنوز رفع نشده و وجود داره. تا زمانی که این نگرانی ها وجود داره، بحران از سال 2014 افغانستان تهدید میکنه، یعنی افغانستان وارد یک مرحله بحرانی میشه در سال 2014. حالا حکومت افغانستان با امکانات و ظرفیتایی که به دست رس داره چقدر میتونه جلو از این بحران بگیره که بحران در افغانستان تشدید نشد؟ دولت افغانستان نه تنها که این گزارش ها را نمیپذیره که اینا به ضد افغانستان تبلیغات میخوانه، و رئیس جمهور کرزی به صراحت هفته گذشته گفتن که این تبلیغات رسانه های خارجی هست. البته متاسفانه چیزی که مشکل وجود داره در افغانستان، هر گروهی که اقتدار سیاسی را در افغانستان در دست و کف داشته باشن، همیشه خودم مشروع میدانن و هر چیزی که از آدرس از اونا بیرون میاد او را بسیار مقدس و مطابق به احکام قانون میدانن. دلیلی که چنین نیست، اما مردم افغانستان پریشانی دارن، در مجموع جامعه جهانی نگران است. ببینین همزمان با چندین مسئله در 2014 است، قطع عملیات های خارجی در افغانستان، خروج کامل نیروها، انتقال مسئولیت‌ها به جانب دولت افغانستان، قطع پروژه‌های کلان اقتصادی که به افغانستان پول می‌آید و هزینه می‌شود، ادارات افغانستان روی از اینها استوار است. قطع شدن یک جانبی از این چقدر می‌تواند تاثیرگذار باشد در روی ساختارهای اجتماعی سیاسی افغانستان؟ همزمان با این، با انتقال مسئولیت‌ها، انتقال سیاسی در افغانستان مطرح است، انتخابات مطرح است. اگر این انتخابات عمو گونه که جناب آقای جوادی به او اشاره داشتن، اگر به شکل شفاف صورت نگیرد و تقلب به وجود بیاید و انتقال قدرت نتونه مشروعیت آینده نظام داشته باشه، عمو گونه که در گزارشان به او اشاره شده است، میتونه بی‌باوری‌ها را بیشتر بسازه. با این افزایش بی‌باوری‌ها که علاقاتی که هنوز در بیرون از مرز افغانستان فعال هستن میتونن سود ببرن از نارضایتی های مردم افغانستان، از ضعفایی که در نظام سیاسی در لایه های مختلف یا اقشار جامعه وجود داره سود ببرن. افغانستان میره به سوی بحران، آغاز یک بحران است، نه پایان یا سقوط یک نظام. رئیس جمهور کرزی تاکیدش بر این که هیچ آب از آب تکان نخواهد خورد در سال 2014 چی است؟ واقعا اطمینان داخلی داره و یا اینکه این حرف است که به هیچ وجه هیچ معجزه ممکن نیست که آب از آب تکان نخوره؟ به این معنا که وقتی انتقال قدرت صورت میگیره، مجموعه نیروهای خارجی کمی اکنون افغانستان تخلیه میکنن، بیشتر از 800 پایگاه خارجی تخلیه میشن. ما پوشانیدن امنیتی ازی در مجموعه مناطق نوار مرزی افغانستان، در ارتفاعات افغانستان که فعلا این نیروها جا به جا هستن، یک کار دشوار است، در حالی که هنوز خطر بنیادگرایی و مراکز تجهیز، تربیت و صدور تروریسم در بیرون مرزهای افغانستان فعال هستند و روز گسترش پیدا میکنند. بنابراین این به معنای این نیست که آب از آب تکان نمیخوره. به معنای این است که ناامنی ها گسترش پیدا میکنه، افغانستان ممکن به چالش های مواجه میشه، کلان راه های ارتباطی، مواصلاتی، کلان شهرها احتمالاً کوشش میکنه دشمنی را قطع بکنند، بین ولسوالی ها ارتباطات قطع شود، پروژه های انکشافی که بسیار سازنده هستند برای حاکمیت نظام اینا تقریبا تقلیل پیدا میکنند، پروژه های کلان دیگه وجود نداره، حمایت و تا خطر فروپاشی که خود این گزارش گفته که از درون نظام متصور هست. ببینید این اختلافات درون نظام سیاسی وجود داره و بیشتر شکل میگیره، یعنی به این معناست که عدم تامین عدالت،
این زمینه میتونه که یک بحران جدید اجتماعی سیاسی در افغانستان شکل بگیره همزمان با انتخاباتی که در پیش رو داریم. این شورای انتخاباتی خودش میتونه زمینه شوه برای کلان شدن این بحران. وقتی فصل بی اعتمادی به وجود بیاد، وقتی تقلب صورت بگیره، نظارت خوب صورت نگیره، دولت مداخله بکنه یا زمینه را به بحرانی شدن عدم برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه، همگانی، سراسری به کل مردم باشه، این میتونه زمینه ها را برای بحران یا ایجاد بحران، تجدید بحران مساعد بسازه. اما این بحران چقدر زمان را میگیره؟ از سال 2014 میره تا سال 2020، 2016، 2015 چگونه مهار میشه؟ یا امی اکنون دولت افغانستان برنامه ریزی میکنه برای مهار ساختن بحران؟ یه هم بسیار مهم است. ما هنوز 18 ماه فرصت داریم. این بسیار یک زمان کافی برای یک حکومت است که اگر پلان گذاری بکنن، برنامه سازی بکنن، در سایه مختلف امنیتی سیاسی میتونن جلوی یک چنین بحرانی را بگیرن. بله آقای جوادی، بیشتر آنچه آقای کوهستانی هم گفت در این گزارش نگرانی از برگزاری انتخابات است و اینکه این همزمان شده با روند گذار امنیتی در افغانستان. این دو تا چگونه از دولت افغانستان واقعا تمهیدات را سنجیده برای این مسائل؟ دو مسئله تقریبا میتونم بگم از هم باید تفکیک کرد در موضوع 2014. موضوع جنگ با تروریسم و یا بازگشت تروریست ها پس به قدرت نظیر آنچه که در 11 سال قبل یا سال قبل از 2001 بود. من باوری میست که یک چنان حالت تکرار نخواهد شد. به هر حال این همه هزینه و سرمایه گذاری که سری مبارزه با تروریسم شده به یک بار پایان نمییابه و از او گذشته منافع کلانی را که ناتو در حضور در افغانستان داره و در مجموع در منطقه، قدمه بعدی به غیر از مسئله مبارزه با تروریسم بحث توسعه حوزه منافع اقتصادی هست و منابعی که هست و به تعبیر کارشناسا جنگ که از زیر زمین به روی زمین خواهد کشانده شد. بیشتر برمیگرده به اون منافع کلانی که در سطح بین الملل مطرح است و منافع قدرت‌های کلان در درون افغانستان میرسیم. دقیقاً به او میرسیم. به می دلیل است که این گزارش هم به او بخش زیاد تکیه نداره، به خاطر که او بازی شاید در دست افغان ها هم نباشه و درکش هم برای حکومت افغانستان مشکل است و از نتیجه هم چیزی نمیفهمه. من در او قسمت باوری می هست که یک جنگ مدیریت شده دوام پیدا میکنه، چنان که از 10 سال پیش تا به امروز این جنگ به شکل مدیریت شده دوام پیدا میکنه، نه قطع میشه و نه جنگجویان مسلط میشه آن گونه که قبلا بود، مگر بس سیاسی و داخلی است که بیشتر به درون دولت افغانستان متمرکز هست. در اون صورت اگر ما یک اصلاحات سیاسی را در ساختار نظام سیاسی موجود با یک انتخابات شفاف نداشته باشیم که یک چنین عزمی برای تیم حاکم موجود وجود نداره. علی‌رغم شعارهای تند و تیزی که داده میشه، به هیچ وجه اراده تغییر در ساختار اداره موجود به نظر نمیرسه و این اراده در اینا نیست و اگر این اراده تمثیل نشوه، تحقق پیدا نکنه، بحران به شکل دیگری توزیع پیدا میکنه. کسانی که امروز به عنوان موافقین دولت موجود هست و سهم داره و جز سهامدارا هست در یک حکومت موجود را به عنوان یک شرکت دارای سهام مختلف اگر در نظر بگیریم که چنین هم است واقعا، اینا هم به عنوان مخالفین سربر میکشه و در اون صورت بسی که در گزارش هم پیش بینی شده بحث فروپاشی افغانستان در مجموع هست. شما او وقت شاهد حکومت های محلی خواهید بود که در گذشته بوده. این حکومت های محلی ولوی که فعلا در صف مخالفین مسلح نیستند، تروریست هم نیستند، بلکه مدعیان مبارزه با تروریسم و مقاومت علیه تروریسم بوده، خود از اینا تبدیل خواهد شد به نیروهای محلی که در برابر حاکمیت مرکزی مقاومت خواهد کرد و در اون صورت این حکومت بسیار استعدادی از این داره که از درون بپاشه و نگرانی اساسی دریست. یعنی اگر انتقال مسئولیت از نظر امنیتی به افغانستان صورت میگیره ولی از اون طرف انتقال حاکمیت از تیم موجود با یک انتخابات شفاف به مردم، به کسانی که رأی مردم را با خود داره از طریق یک انتخابات شفاف صورت نگیره، در اون صورت من فکر میکنم که بحث امنیت قبل از این که نگران کننده باشه، بس مسائل سیاسی و بحران سیاسی و افغانستان تبدیل شدن به چند قطب متضاد ای جدی تر و نگران کننده تر است.
آقای کوچستانی، یک مسئله این که در مورد نیروهای امنیتی افغان گفته شده که اینها توانایی گرفتن مسئولیت‌های امنیتی را ندارند، در این گزارش تاکید شده. فکر می‌کنین که در سال 2014 این مشکل مضاعف نخواهد شد؟ نیروهای خارجی اینجا را ترک می‌کنند، اینا یک مسئولیت که جای خالی اونها را پر بکنند و انتخاباتی که حالا دشوار خوانده شده اینم باید برگزار شود در همون سال. با یقین البته دید ما است که ما از نظر نیروی در مجموعه قوای مسلح افغانستان به قدر کافی نیروی مسلح وجود داره. اگر شما ببینید یک مقایسه‌ای را پس مشکل چی است که اینجا گفته شده که مدیریت آماده نیست؟ ببینید ساختار و مدیریت است. ساختارهای در قوای مسلح افغانستان است، هم در امنیت ملی، در وزارت دفاع و داخله که بسیار پاسخگوی وضعیت سیاسی موجود افغانستان نیستند. یعنی ساختارهای ما ساختارهای غربی است، با مؤلفه‌های اساسی ساختارهای شرقی که در گذشته اردو و رژیم‌های ما در مجموع از ترکیه و روسیه تا هند بودند و هستند، با این ساختارها نیست. این ساختارها هم برای مردم افغان، هم برای اردوی خود افغانستان سنگین است، هم از نظر کنترل امنیت یک مقدار دشواری داره. به این لحاظ اگر یک تغییر راهکار اساسی سنجیده شود که ساختارهای یا تشکیلاتی اردو وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی تغییر بکنند و همزمان برنامه‌های معین استراتژیک امنیتی تدوین شود یا دایرکتیف هایی که از طریق سرقومندانی آلا و شورای امنیت تدوین شود داده شود، انگیزه و مورال ایجاد شود، کار تبلیغی ترویجی سریع وجود داشته باشد در قطعات قوای مسلح، من فکر میکنم نسبت به زمانی که روسا از افغانستان خارج میشدن، حکومت دکتر نجیب الله بود، در اون زمان مجاهدین افغانستان بسیار تجهیز بودن و جغرافیای زیادی را به کنترل داشتن، ولی یک اردویی که بیشتر از 200 هزار نمیشد در اون زمان، مجموع نیروهای مسلح افغانستان به 400 هزار نمیرسید، اونا تانستن چند سال مقاومت بکنن و دفاع بکنن. به این لحاظ من میگم که اکنون چنین خطری وجود نداره. شما در مجموع 30,000 شورشی مسلح ندارین در افغانستان، پایگاه بسیار مطرح و رسمی یا قرارگاه های رسمی در افغانستان هنوز ایجاد نکردن. اگر این مدیریت تعویض شود، اگر یک تفکر جدید ساختاری به وجود بیاید، از نظر زمانی امکان پذیر هست تغییر این سیستم؟ من فکر میکنم ابزارها به دست است، فقط جابجایی موره ها در یک بازی معین با یک تفکر استراتژیک و دفاعی معین و با درک از وضعیت اجتماعی سیاسی افغانستان، اگر اینا جابجا سازی شوند و یک اصلاحاتی که پیشتر جناب وکیل صاحب برزو اشاره داشتن که یک اصلاحات سیاسیه که بتونه انگیزه بده برای حمایت مردم، که بتونه اجماع عمومی، افکار عمومی جامعه را به سوی نظام سیاسی با تجارب تلخ از جنگ‌های داخلی و حاکمیت طالبان ایجاد شود انگیزه. این انگیزه میتونه فرصت‌ها را به دست دولت افغانستان بده که نه تنها نظام سقوط نکنه، که مردم با یک پایداری به سوی انتخابات برن، یک انتقال مثبت سیاسی صورت بگیره، حکومت جدید میتونه با مجموعه از این بحران و نابسامانی‌ها نقطه پایان بگذاره و اعتماد مردم را به دست بیاره. او زمان است که میشه ما از یک مرحله نه تنها بحران بگذاریم، به سوی بهتر شدن و بهتر زیستن، به سوی یک توسعه اقتصادی، سیاسی، امنیتی بگذاریم و این بحران‌ها کاسته شود. بله. آقای جوادی، آیا دولت افغانستان شما ارادی می‌بینید که یک انتخابات شفاف، واقعا انتخاباتی که در او تقلب نباشه و اون مشکلاتی را که در انتخابات‌های پیشتر بروز کرد و برنخوره با اون، یا اینکه آنچنان که در گزارش تاکید شده رئیس جمهور کرزی متوسل خواهد شد به شیوه‌های نظیر اعلام حالت اضطرار در افغانستان؟ خب ما پیشترم عرض کردم که حکومت یا تیمی که فعلا حاکم هست، گروپی که فعلا حاکم هست، اینا متاسفانه فاقد یک عقلانیت سیاسی هست، منافع ملی. ولی تنها مشکل عقلانیت سیاسی است یا اینکه این ارادی هم وجود نداره در درون که پس از 2014 کاری بکنه؟ عقلانیت سیاسی نبود وقتی که منافع ملی محور نبود، طبعا او وقت بحث زور و زورگیری هست، فرصت طلبی هست. حتی در مسائل امنیتی من میخوام تکمیل بکنم صحبت های جنرال صاحب که اصلا هیچ نوع اراده در قوای مسلح فعلا وجود نداره. قوای مسلح خود در واقع مستأصل احساس میکنه، او در میدان جنگ میکند، دشمنش پس سرش از طرف امی حکومت حاکم میشه. در امی روزها کسایی که در طول 11 سال گذشته اینا عامل قطع راه ها بوده، عامل ناامنی ها بوده، عامل قتل ها بوده، از توسط حکومت آمده و بر سر امو قوای کلای از او میجنگیده، بر سر از او به حیث آمر تعیین شده، باج داده شده. ببینید وقتی که انگیزه وجود نداشت، هدف معین وجود نداشت، تعداد هیچ وقت کارساز نیست. در غیر از او من تایید میکنم صحبت های شانه که از نظر تعداد ما فعلا نگرانی نداریم و همچنین
قوای ما به قدر کافی آموزش هم دیده و زمانی که انگیزه داده شده اینا فداکار هم هستن بالاخره برای دفاع از وطن، ولی این نیست. چرا نیست؟ به خاطر که اراده در حکومتگران نیست. همونطوری که در عرصه امنیتی مطرح است، در عرصه اقتصادی هم مطرح است، در عرصه سیاسی هم مطرح است. من هیچ اراده ای را در تیم آقای کرزی نمیبینم که ای تصمیم داشته باشه و مصمم باشه برای که بالاخره افغانستان سر و سامان پیدا بکنه. وضعیت آشفته 11 سال گذشته برای از این تیم به عنوان تأمین کننده منافع شخصیشان مطرح بوده و میخواد همین وضعیت ادامه پیدا بکنه. در صورتی که این وضعیت خاتمه پیدا بکنه به معنای زیست که کل منافع شخصی را که نه از این راه گذر داشته از دست میده و زمانی که منافع شخصی اولویت پیدا میکنه بر منافع ملی، اینی واقعا عقلانیت، فقدان عقلانیت سیاسی است و بی‌حسی عقلی است که این حکومت درگیر از است. نمیفهمه چی میکنه. حتی شما ببینید در مسائل، مثلا یک روز از شما زبان رئیس جمهور کرزی شدیدترین حرفا را علیه پاکستان میشنوید، اما روزی دیگه اینا حاضر هستند که با پاکستان پیمان استراتژیک امضا بکنه، در حالی که هیچ یک از مسائلی که در طول 60 سال گذشته بین افغانستان و پاکستان بحران‌ساز بوده هیچ یک از اینا سرش غوری صورت نگرفته و هیچ نوع فکری به شکل ملی نشده. و آقای کوستانی فرصت کوتاه است، اگر بفرمایید که دولت افغانستان این گونه هشدارها را آیا جدی خواهد گرفت یا پیش خواهد رفت و سمت آنچه فروپاشی خوانده میشه؟ من فکر میکنم یک در کسایی هستند که زندگی خود، آینده خود در بحران میبینند، ولی مسئولیت کلی دولت افغانستان است که نباید از این نوع از گزارش‌ها را به اصطلاح سطحی ببینن، از کنارش به سادگی بگذرن. اینا میتونه آموزنده باشه برای دولت افغانستان که از مفادات از این استفاده بکنن. برای جلوگیری از بحران فرصت کافی وجود داره. من فکر میکنم با یک روی کرد اساسی و تصمیم قطعی حکومت میتونه که هر نوع نگرانی مردم افغانستان و جامعه بین المللی را اگر اراده کنن ببندن و آینده خوبی را به مردم نشان بدن. یک کلمه میگم که این گزارش ها نباید مردم افغانستان مشوش بسازن، بلکه مردم افغانستان باید متحرک بسازه و این دولت را باید قمچین بزنه که به خود بیاید. اگر دولت اراده بکنه ما میتونیم این بحران ها را مهار بکنیم و پیش بریم، ولی اگر دولت اراده نکنه ما منتظر خطرات جدی باشیم. سپاسگزارم سرور جوادی نماینده پیشین مجلس و جنرال جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی. و هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا با شکست دادن رقیبش برای چهارمین بار پیاپی رئیس جمهوری ونزوئلا شد. شورای انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد که هوگو چاوز 54% آرا را به دست آورده است. در پی اعلام نتایج انتخابات هواداران چاوز با سر و صدای زیاد در کاراکاس پایتخت ونزوئلا به شادی پرداختند. میزان مشارکت در این انتخابات فشرده حدود 80% گزارش شده و زمان رأی‌گیری به دلیل صف‌های طولانی در برخی مراکز اخذ رأی تمدید شد. نزدیک به 19 میلیون نفر برای رای دادن در این انتخابات واجد شرایط بودند. رئیس شورای انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد که چاوز 54% آرا و رقیب او اندریکا کاپرلیس 44% آرا را به دست آورده است. چاوز که ابتدا سال 1998 میلادی به ریاست جمهوری انتخاب شد، قول داده بود که در صورت پیروزی انقلاب سوسیالیستی خود را پی بگیرد. در مقابل رقیب او وعده رشد اقتصادی داده بود. هوگو چاوز که 58 سال دارد و سال گذشته به دلیل ابتلا به سرطان تحت درمان بود. چاوز 58 ساله که چهره جنجالی در سطح رسانه‌های بین‌المللی است، بخش‌های مهم اقتصاد ونزوئلا را ملی کرده است. رئیس جمهوری ونزوئلا گفته که برای تکمیل انقلاب بولیواری خود لازم است که یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. سپاسگزارم از همراهی شما. خدا نگهدارتان.